کانسپت اصلی این عطر پذیرش تضادها توی تمام جنبه‌های زندگی شخصیمونه، مخصوصا برای آقایون. اینجور که اگه با گذشت زمان تضادی توی ما رخ داد که با افکار با رفتارهای گذشتمون یه مقدار متفاوت بود و سنخیت نداشت، بتونیم اونو بپذیریم و از پذیرشش حراسی نداشته باشیم. دقیقا شیشه عطر هم خواسته همین موضوع رو نشون بده، کل شیشه سیاه و نوشته هاش سفیده. اصلا عجب بحث سنگینی شد. درود، خیلی خوش اومدید به یه معرفی دیگه از خلیفه چی. توی این ویدیو میخوام براتون یه عطری رو معرفی کنم که بیشباهت به عطر پرطرفدار مارلی لیتون نیست و اونم از برند لالیک، عطری که یه مقدار با سایر لالیک های همراه متفاوت، یعنی لالیک وایت این بلک. لالیک وایتین بلک تو سال 2021 به بازار معرفی شد. اصلا قبل از اینکه کسی بخواد اون عطر رو بو کنه، با ویدیو تبلیغاتش یه چیزی خیلی جلب توجه کرد برای همه. اون مدادیه که داخل جعبه این عطر وجود داشت و شما میتونید خیلی راحت، یعنی اینجا رو جوری طراحی کردن که مثل تخته بشه، شما خیلی راحت بتونید روش بنویسید. اصلا فلسفه گذاشتن این مدادم که اینجا میبینید، من فکر کنم اینجا قشنگ دیده بشه، اصلا فلسفه‌اش اینه که شما داستانتون رو روی شیشه عطر بنویسید، حتی با چند کلمه که شده. اما بریم سراغ رایحه. خب این عطر که بعد از اینکه حالا تست شد، کاربر توی اکثر نقاط جهان اومدن نظر دادن، بیشتر گفتن که شبیه عطر مارلی لیتونه و همین موضوع باعث شد که خیلی این عطر سر صدا کنه و خیلی از مردم دوست داشته باشن تست کنن. چون خب برند لالیک برند تقریبا تو این رده عطرایی که تولید میکنه، تو این لایناش عطرایی واقعا هم کیفیت خوبی داره، هم ارزش خرید بالا، هم که قیمت خیلی مناسبی داره به نسبت اون عطرای مارلی که گرون هستن. به صورت کلی رایحه لالیک وایتین بلک رایحه تقریبا میشه گفت کمی تلخ ادویه چوبی به اضافه وانیل. خب میدونید که وانیل امضای اکثر عطرای برند مارلی توی لیتون هم وجود داره، اینم دقیقاً توی این عطر هم وجود داره، اما خب کیفیتش یه مقدار متفاوت تره. اینطوری اگه بخوام بهتون بگم، این عطر توی گروه آروماتیک ادویه‌ای قرار میگیره. آروماتیک ادویه‌ای یا معمولا اگر یه ادویه‌ای داشته باشه که یه مقدار پرحرارت داشته باشه و یه مقدار اصلا رزین توش باشه، خیلی مناسب فصل تابستون است، یعنی شما بهار و پاییز و زمستون میتونید ازش استفاده کنید. این عطر هم به همین صورته. بریم سراغ رایحه‌اش. واقعا رایحه‌اش جوریه که بذار من اسپرش کنم، یعنی توی شروع خیلی شما رو یاد مارلی لیتون میندازه، با این تفاوت که شروع لیتون به خاطر اون حضور سیب و اون استخدوسی که یه مقدار غلظتش کمتر از استخدوسی که توی این عطر وجود داره، شروع یه مقدار فرشتر و ملایمتر و نرمتری داشت که اینجا حالا نوت سیب ما نداریم و لوندری هم که داریم، لوندری رو فکر کنم یا ابسولو باشه یا اون اکسترکتش باشه. و به صورت کلی میگم شروع شما رو یاد مارلی لیتون میندازه، اما توی ادامه خب مارلی لیتون خیلی تغییر نوت جالبی داره، مخصوصا درای داون خیلی خوبی داره. اما اینجا میبینید که تقریبا از نوت اولیه تا نوت میانی تا نوت پایی میبینید تغییر نوت خاصی نداره، بیشتر رایه یک نواخته و شاید مثلا این شما رو خسته کنه. اما به نظر من به نسبت این رنج قیمتش واقعا ارزش خرید خوبی داره. مثلا با خود لالیک های قبلی مقایسه میکنه، حتی نسخه قبلی این لالیک وایت کیفیتش خیلی بهتر شد. البته هیچ ربطی هم با اون لالیک وایت نداره، مخصوصا شاید اگه بخوایم یه تفاوت یه شباهت خوب بگیم توی نوتای ادویه یه مقدار شما رو یاد لالیک وایت میندازه و اینا خیلی متفاوتن با هم دیگه. خب به صورت کلی رایحه‌اش که گفتم، من در مورد بازخوردش به نظر من که خودم اولین بار بو کردم حس جالبی بهم دست داد، یعنی تونستم باش خوب ارتباط کنم برقرار کنم. به نظرم اصلا برای استفاده روزمره، حتی مثلا روزمره که شما اگر یه جلسه کوتاهی دارید، اگر قرار مثلا یه جایی برید بازدید، یا اگر مثلا یه سخنرانی کوتاه مدتی دارید که حالا به صورت تیپیکال هست و زیاد اتفاق میفته توی روزتون، این خیلی خوبه.
این که حالا میگم روزمره قرار نیست که بگیم مثلا عطر ارزشمندی نیست، چون معمولا مثلا افرادی که میگن این روزمره و دم دستیه احساس میکنن عطر یه مقدار اون کیفیت لازم رو نداره به این صورته. ولی نه، منظورم این که مثلا شما اگه ماریا لیتون رو میخواهید بذارید برای قرارای خوبتون، برای جلسات مهمتون، میتونید لالیک وایت این بلک رو بذارید مثلا برای یه مقدار اون اتفاقا و اون کارا و قرارهایی که یه مقدار لولش پایین‌تر. در کل با اینکه حجمش هم 125 میلی واقعا ارزش خرید خوبی داره، توی پاییز و بهار و زمستون میتونید ازش استفاده کنید. پخش بو و مونگارش هلوهوش 7 نمره میگیره، به نظر نمره منصفانه‌ای که به پخش مونگاری این عطر بدیم و یه تجربه جالب میتونه براتون باشه اگر مثلا خواستید زیاد هزینه نکنید و یه جایگزین مناسب برای مارلی لیتون داشته باشید. به نظرم لالیک وایت این بلک میتونه گزینه خیلی خوبی باشه. مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. اگر این عطر تست کردید حتما نظرتون رو بنویسید. اگر تفاوت و شباهتی بین این عطر و مارلی لیتون دیدید حتما بگید. شاید اصلا نظر شما هیچ شباهتی با هم نداشته باشن. تا یه ویدیو دیگه و یه معرفی دیگه، فعلا خدا نگهدارتون.